بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها ارائه کردند، مقامات جمهوری اسلامی ایران مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز شدند و علت رو هم در واقع مسائل امنیتی اعلام کردن. خب چرا که در اردیبهشت ماه همین امسال به خاطر انفجاری که در سیستم برق سانتریفیوژها در همین تأسیسات انجام شد، آسیب‌هایی به تأسیسات غنی‌سازی ایران وارد شد که خب کارشناسان و کسانی که موضوع هسته ایران رو دنبال میکنن معتقدن که آسیب هایی که به سانتریفیوژ های ایران وارد شده بسیار جدی بوده و حتی موجب شده که سطح غنی سازی اورانیوم ایران هم پایین بیاد. با این حال مقامات غربی و دیپلمات ها به خبرگزاری ها اعلام کردن که آنچه که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده نوعی تحریک هست و اونها دارن در واقع با این اقدامشون به گفتگوهای هسته ای که در وین تا چند هفته پیش ادامه داشت و برای احیای برجام و بازگشت ایالات متحده به برجام بود، اون رو در واقع به نوعی داره تحت تأثیر قرار میده. اما با این حال کارشناسان معتقدن که مقامات جمهوری اسلامی ایران شاید از طرف دیگه این اقدام رو به صورت تاکتیکی انجام میدن و این امکان وجود داره که در روزهای آینده اجازه بازرسی ها به کارشناسان آژانس داده بشه. اما اینو به یاد داشته باشیم که در سال 2019 هم اقدام مشابهی جمهوری اسلامی ایران انجام داد و در اون موقع آژانس مجبور شد که درخواست بکنه نشست فوری شورای حکام برگزار بشه و همون موقع هم قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. با این حال اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده و به ویژه عدم تمدید توافقنامه موقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حفظ اطلاعات دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای ایران وجود داره، از طرف دیگه حتی صدای شرکای ایران رو هم در آورده، از جمله روسیه که دیدیم که نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که دلیلی وجود نداره که مقامات ایرانی این توافقنامه موقت رو با آژانس امضا نکنه و حتی در توییت اعلام کرد که چطور تا 24 ژوئن هیچ مشکلی برای این کار نبود، اما بعد از اون این مشکل به وجود اومده و خب مقامات جمهوری اسلامی ایران به چالش کشید.